بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي إمام راهيل وشهداء إمام أبو إسلام صلواتي إهدامكم. درباره این مناجات ها و دعاهای مشابهش یه سؤال کلی مطرح میشه. گاهی بعضی از دوستان هم سؤال کردن، نوشتن، پرسیدن که تعبیراتی که در این دعاها و مناجات ها به کار رفته با مقام امام معصوم یا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله اجمعین چه مناسبت داریم؟ سوال به طور کلی تری درباره آیات قرآن هم مطرح میشه. مخصوصا بر اساس اعتقاد ما شیعیان که این شهاد معصوم از آغاز تولدشون معصوم هستند و هیچ گناهی ازشون سر نمیزنه، حتی بعدی تصریح کردن که ترک اولا هم از اونها سر نمیزنه، و چنین کسانی چطور نسبت گناه بهشون داده میشه یا خودشون اعتراف به گناه میکنند، استغفار میکنند. در قرآن دستور داده شده، خطاب شده به پیغمبر که استغفار کن برای گناهت، یا خدا گناهان تا آمرزیده میآمرزه. اینا با هم چگونه سازگاره؟ یکی اصل این که اسمت انبیا مخصوصا پیغمبر اسلام و اهل بیت با نسبت گناه دادن و استغفار کردن چطور سازگار؟ یه سوال دیگه این است که از همین خانواده، از این سوال که خود این حضرات چهار معصوم به خصوص فرمودند که ما در قیامت شفاعت دیگران میکنیم، حتی در همین عالم هم کسانی که از دنیا میرند ما در شب اول قبر یا وقتهای دیگری یا موقع جان کندن میاییم به ملک الموت یا به سایر فرشتگان خدا سفارش شیعیان را می کنیم. بلکه این تعبیر ازشون نقل شده که اصلا امیر المؤمنین قسیم الجنت و النار است، یعنی اختیار بهشت و دوزخ دست عزیز. اونایی که صلاحیت داشته باشن امیر المؤمنین اینها را به بهشت می فرسته، و کسانی که مردود باشند
به امر ایشون به دوزخ فرستاده میشه. وقت چطور یه همچه کسی خودش این همه گریه ها و ناله ها و اظهار ترس از عذاب الهی و آیا واقعا ترس داشتن یا نداشتن؟ اگه ترس داشتند یعنی معلوم نبود که خدا با اینها چیکار میکنه، پس چجور تصریح کردن به این که ما دیگران رو شفاعت میکنیم، اختیار بهشت و جهنم در دست ماست و چیزهای از این. و بالاخره سوال سومی که متمم این سوال هاست اینه که اصولا یه تعبیراتی در این دعاها و مناجات هاست که با یک گناهکار عادی هم سازگار نیست، چرا سبه کسانی که دارای این چنین مقام هایی بودن. مثلا مثل دعای تعبیری که در دعای ابو حمزه وارد شده که فمن یکون اسوأ حالا منی ان انا نقلت علی مثل حالی الی قبری، اگر با این حال من بمیرم و من را دفن کنند به قبر منتقل کنند، کی از من بدتر خواهد، کی بدحال تر از من خواهد؟ فمن یکون اسوأ حالا منی. حالا یک گناهکار عادی هم گناهی میکنه بعد استغفار میکنه، دیگه نمیگه هیچ که از من بدتر نیست، بدحال تر نیست. چطور مثل امام زین العابدین صلوات الله علیه یه همچه تعبیر رو در دعا و مناجاتش بکنه؟ در حال یک معمایی است که با توجه به این تعبیرات در دعاها و اینها برای همه ما ماشیعیان به خصوص مطرح میشه و جوابهای مختلفی داده شده، جوابهای بزرگان دادند. بعضی از این جوابها با بعضی از این سوالها مناسب هست، میشه قانع میکنه آدم رو، ولی با بعضی از اشکالات یا سوالها جوابها هم قانع کننده نیست، رفع اشکال نمیکنه. از این جهت بعضی گفتن که اساساً این دعاها و مناجات ها برای تعلیم دیگرانه، این دعاهایی که از این نقل شده مناجات ها اینا در واقع اینها به دیگران گفتن اینجور دعا کنید، اینجور مناجات، متناسب با حال معصیت کارانه، متناسب با حال خودشون نیست. خب یک سوالی است که بگن بشه اثبات کنند که بعضی دعاها را برای تعلیم گفتند. هست بعضی دعاها طوری وارد شده که میگن فرمود این دعا را بخوان، اینجور بخوان، این معناش نیست که خودشون انشاء کردن مطابق حال خودشون، ولی بسیاری از دعاها اینجور نیست. و به هر حال ما از سیره پیغمبر اکرم و امت ها سلام الله علیه و جاین میدونیم که اونها عبادت هایی داشتن، گریه هایی داشتن، گاهی گریه هاشون طوری بود که بیهوش میشدن، به حالت اغوا میافتادن. کسانی اونها را میدیدن خیال میکردن از دنیا رفتن. اینا برای تعلیم دیگران نمیشه اینجور حالات را دارن برای خودش درست بکنه، صرفا برای تعلیم دیگران. علاوه بر اینکه به هر حال در خود قرآن تصریح شده، امر شده که واستغفر لذنبک، خطاب به پیغمبر اکرم می‌فرماید برای گناهت استغفار کن. در احادیث قدسی که نقل شده از همه انبیا، از اونایی که نقل شده
تأکید شده که زیاد گریه بکن، تملق بگو، حبلی من عینک الدموع و من قلبک الخشوع و من بدنک الخضوع. در یه روایتی است ظاهرا خطاب حضرت عیسی علی نبی جناب علی علیه السلام است، تبسبس الیه تبسبس الکلب. این تعبیری است که اگر در این حدیث قدسی وارد نشده بود ما جرأت نمی کردیم به کار ببریم این تعبیر را. معناش این است که خدای متعال به حضرت عیسی که از بزرگترین پیغمبران خداست خطاب می کنه که تو در مقابل من اونچنان خاک بیفتاد، صورتت را بیه خاک بمان، مثل سگی که در مقابل صاحبش تملق می‌بینی. تبسوس الیه تبسوس الکلب. دیدید بعضی سگایی که خیلی به صاحب با صاحبشون انس دارند و علاقه دارند، به صاحبشون وارد میشه میان میفتن جلوی پای صاحبشون، صورتشون روی کفشاش میمالند، روی خاک میمالند، دم میجنبونند. این نهایت تملقه، نهایت خضوع. هیچ حیوان اینجوری نیست، از ویژگی های این حیوان است. خدا به پیغمبرش میگه در مقابل من اینجوری باش. ابک علی خطیئتک، بر گناهانت، در اشتباهاتی که مرتکب شدی گریه کن. به هر حال هم در قرآن امر به استغفار هست نسبت به پیغمبر اکرم، نسبت گناه داده شده، استغفر لذنبک، یا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. این اشکال ها با این که آدم بگیم این دعاها رو برای تعلیم دیگران اینجور گفتن جواب داده نمیشه. البته اونایی که این جواب را فقط ذکر میکنند برای اونها هم یه تأویلاتی ذکر میکنند، اون تأویلات هم تکلف‌آمیزه. و بالاخره این که شاید بشه گفت تواتر اجمالی داره که ائمه اطهار مخصوصا امیرالمومنین صلوات الله علیه از بس گریه می کرد در دعا و مناجات روی زمین می افتاد، نقش بر زمین می شود، مثل کسی که از دنیا رفته. اینها با تصنع و برای تعلیم دیگران نمی شودن. کسان دیگری جور دیگری جواب دادن که از این دلچسب تره. البته منافات نداره بعضی از دعاها برای تعلیم دیگران باشی، اما همه این دعاها را نمیشه گفت برای تعلیم دیگران و این حالات را دیگه نمیشه گفت. اون جوابی که به اصطلاح نرخ شهاب باسی داره، همه بزرگان تقریبا فرمودن این است که حسنات الابرار سیئات المقربین. معصوم بودن انبیاء و ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین یعنی مرتکب گناه نمیشن، اما اونا هم گناه یعنی همون که در شرع حرام است نهی شد، ولی اونا هم متناسب با مقام خودشون گناهی دارند. درست گناه شرعی به این معنایی که حرام است و مستوجب اقام است و اینها نیست، اونی که منافات با عصمت داره ارتکاب اینجور گناهانی، اما اونها هم یه گناهانی متناسب با شأن خودشون دارند که توبه ها و استغفار ها و گریه ها از اونها است. برای این وقت تقریباتی
ذکر کردن. فرض فرماند یه شخص عظیمی دارای مقام خیلی والایی است در مجلسی نشسته باشه، یه خادمی یا یه بچه یا یه آدم ساده ای یه حرف نامربوطی بزنه، یه حرکت بی جایی انجام بده، اصلا اعتنا نمی کنن، تغافل می کنن، چیزی نیست که اصلا کسی توجه کنه، عقلش نمی رسیده چیزی گفت. اما اگر خیلی نازلتر ازش را اون اشخاصی که مقرب اون شخصیت عظیم هستن انجام بده، مثلا در مقام راه رفتن نشستن، اینا پشتشون طرف آقا میشه، یا یه تعبیر سبکی درباره اون به کار ببره، با اینکه فحشی نیست، ناسزایی نیست، اهانت قصد اهانتی نداشتی، اما همین که نهایت عدم را رعایت نکرده برای او یک گناه بسیار بزرگی است. چه بسا کسانی که دارای مقامات عظیم هستند نزدیکان خودشون را به واسطه یه حرکات‌های خیلی ساده ای مؤاخذه کنن یا عزلشون کنن به خاطر یک کار کوچکی که انجام دادن، برای آیت ادب نکردن یا اشتباهی لغزشی ازشون سر زده، بی توجهی کردن. برای کسانی که پایین دست تر هستن در مراتب نازل ترین، 10 برابر اونها هم خلاف ادب بکنن اهمیتی نداره، آخرش یک معذرت میخوام ببخشید جبرانش. این همون معنای حدیث معروف، یعنی توجیه تبیین اون حدیثه که حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی آدمای خوب کارایی که انجام میدن، کسانی که مقرب هستن اگه همین کارا رو انجام بدن گناه حساب میشه. حالا این مثال ساده ای که خودمون درگیرش هستیم توجه بفرمایید، واقعیتی است. بنده زیاد واقع شده، شاید شما هم اتفاق افتاده باشه براتون، وقت نمازی بوده یا خسته بودید یا به هر حال به دلیلی در این حال اومدید اول ظهر رو اول نماز اول وقت الله اکبر مشغول نماز شد، ولی خسته و کسل، گرفتاری، مشکلات، مراجعات زیاد، بعد از که شروع کردید نماز دلتون رفت توی مسائل دیگه، یه وقتی متوجه شدید که دارید میگید السلام علیکم و رحمت الله. برای بنده زیاد اتفاق افتاده، نمیدونم برای شما اتفاق افتاده. اینا اگه درست تحلیل کنیم یعنی چی؟ آدم در مقابل خدای متعال وایساده، کارشم را با الله اکبر شروع کردی، یعنی خدا از همه چیز بزرگتری، از هر بزرگی بزرگتری. خب من اگه در مقابل یک بزرگی می ایستادم، به خودم اجازه می دادم پشتمو بکنم به طرف او؟ هرگز نمی کردم. در نماز آدم وقتی دلش از خدا برمی گرده، خدا که همه جا هست، یه طرف نیست که آدم روشو برگرده، اینما تولو فثم وجه الله، پشت کردن به طرف خدا اینه که آدم دلش از خدا برگرده. وقتی آدم دلش میره سراغ چیزهای دیگه، کسبش، کارش، درسش، بحثش، سخنرانیش، من حالا بیام اینجا امشب چی بگم برای آقایم، چجور سر مردم ها شیره بمالم، حواسم پرت میشه، نمازی آدم میره چون یه وقتی متوجه میشم که دارم میگم السلام علیکم، نمازم تمام شد. این خدا از من شاید مؤاخذه نکنه، تو چی هستی که نمازت میشه؟ همین اندازه که در مقام طغیان نیست، در مقام یاغیگری نیست، از ما دیگه کافیه.
حالا یادم اومد یه داستان دیگری، میگن مرحوم آخوند ملا محمد کاشی که از بزرگان علما و اوتاد بود، در مدرسه صدر اصفهان حجره داشت و اونجا تدریس میکرد و معتقد، نقل میکنند شاید به نقل متواتر باشه، که ایشون کراماتی داشته. سحرها که پا میشده برای نماز شب، در و دیوار مدرسه باش تسبیح میگفته. ایشون یه روز توی صحن مدرسه میبینه که مدرسه صدر اصفهان دم بازاره، رفت آمد افراد مختلف و اینا اونجا زیاد میشه، و از جمله از این ایلیاتی ها زیاد می اومدن که فصهای مختلفشون روغن و چیزهای دیگه میان شهر می فروشن، احتیاجاتشون از شهر تأمین می کنن، کشک و روغن و اینا رو معمولن. یکی از اینا میاد تو مدرسه و نزدیک وقت نماز بوده، میره سر حوض یه دست نماز دستپاچگی میگیره و میره با میسه نماز و داره که نماز خیلی با سرعت میخوند و ایشون داشته تماشا میکرده. بعد نمازش تمام میشه، ایشون خیلی تعجب میکنه این چجور نمازی بود. رفت گفت برای که این چیکار میکردی تو؟ گفت نماز بود. گفت این نماز بود که خوندی؟ گفت نه. گفت پس چی؟ گفت خواستم به خدا بگم که من یاغی نیست، میدونم این نماز است، اما خواستم بگم من یاغی نیست. مرحوم آخوند کاشی میگن گریه افتاد، گفت این نماز تو از نمازهای ما خیلی بهتری. حالا ما هم واقعا این نمازی که میخونیم همینه که میگیم خدای ما یاغی نیست، با تو نمیخونیم بجنگیم، اما این نماز نشد. خدا ما رو مؤاخذه نمی کنه، همین که یاغی نباشیم و با ظواهرش و احکام ظاهرش رعایت کنیم انشاءالله که می بخشیم. ولی یک لحظه از این نمازی که ما می خونیم اگه یکی از اولیای خدا اینجور نماز بخونه، یه پسکلده بهش بدنن پرتش کنن. کجایی؟ چکار میکنی؟ در مقابل خدا اینجوری؟ حسنات الابرار سیئات المقربین. مقربین این نمازی که ما افتخار میکنیم بهشون، امیدواریم که این نماز موجب نجاتمون بشه، برای اونها بزرگترین گناه هست. این جسارت هست به خدای متعال. به تعبیری که در بعضی از روایات وارد شده، کسی که نماز میخونه و دلش در نماز نیست، در واقع داره خدا را مسخره میکنه، استهزاء بالله هست. چجور تو میگه خدا از همه چی بزرگتره و خدا رو به حسابی نیاوردی؟ اصلا دلت همه جا رفت جز پیش خدا. این تقریب این است که خیلی کارهای ما که بهش مینازیم و تازه کار خوبمون هست و میگیم این باعث نجاتمون میشه، تازه کاریست که اگر اولیای خدا انجام بدن باید مدتها گریه کنن از این عبادتی انجام، توبه کنن از این کار. انبیا و اولیا معصوم هستند، یعنی کار حرامی نمی کردن، واجبی ترک نمی کردن، اما به هر حال مسائل زندگی دنیا موجب این می شد که گاهی کم توجهی کنن اونطور که باید. شأن ربوبیت اختزا می کنه، نتونه انجام بده. حالا کسانی که معرفتشون مثل بنده هست، میگن خب گاهی غفلت میکردن. کسان دیگه میگن نه غفلت هم نمیکردن، اما چاره ای غیر از این نبود، بالاخره قضای حاجتی باید بکنن انسان دیگه. در این حال اونقدر پیش خودشون شرمنده بودند که این را گناه دستند، چاره ای هم نیست.
مرحوم امام رضوان الله علیه که بیانی دارن در توجیه مسئله می‌فرمایند که شما دیدید گاهی کسی مریض شده خوابیده نمیتونه از جاش پاشه، مثلا پاش شکسته است، نمیتونه پاش اصلا جمع کنه، دراز کشیده تو رخت خواب، پاشم درازه. یه شخص بزرگی میاد دیدنش، این هی عذرخواهی میکنه، آقا ببخشید من نمیتونم کاما جمع کنم مثلا. او هم میدونه که نمیتونه جمع کنی، اما پیش خودش اینقدر شرمنده هست که چطور من در مقابل یه شخص بزرگ محترمی و پا دراز کنم، با اینکه تقصیری هم نداره، اما از همین حالت خودش شرمنده است. شاید خجالت که میکشه، عرق هم میریزه، چند مرتبه هم عذرخواهی میکنه. اولیاء خدا از چیزهایی که تقصیری هم ندارن اصلا، نه تنها اینکه گاهی غفلت میکنند و ترک اولایی سر میزنند، و من با کمال توجه و چاره ای نیست، انسان بودن و در دنیا زندگی کردن این لازمه. من ولی از اون مرتبه حیایی که دارند، از اون معرفتی که دارند، همه اینا براشون یک گناه ترند. مثال هایی از همجا میتونید شما در ذهنتون مجسم کنید، من دیگه خیلی باز نکنم. بالاخره انسان حالاتی داره، گاهی خودش تنها، گاهی با همسرش در یه شرایطی هست، حتی دوست نداره یه بچه ای او رو در اون حال ببینه، اما میدونه خدا داره میبینه، امر خدا هم هست، ولی کاری خجالت میکشه ازش در مقابل خدا. اگه توجه بکنه به این که این کار چقدر زشته در حضور خدا، اصلا نمیتونه کارش رو انجام بده. ولی به حال زندگی دنیا اینا رو داریم دیگه. نست که اونها به واسطه همین حالاتی که متناسب با حضور پروردگار نیست، ولو هیچ تقصیری هم نکرده باشن، اینها خجالت میکشن و این رو گناه میدونن برای خودشون. خب این جواب تا حدود زیادی این اشکالات را پاسخ میده. یکی از بهترین جوابهاییست که در این زمینه داده شده که حسنات الابرار سیئات المقربین، همون کارهایی که ما خیلی خوب میدونیم، اونها وقتی نسبت به اون مقامی که دارند همین این حالات برایشون گناه تلقی میشه و از این گناهان است که استغفار میکنند. ولی باز نسبت به بعضی از این سوالات که عرض کردم، خیلی این جواب قانع کننده به نظر نمیاد. اصل کلیش این که آدم بتونه بفهمه که چرا انبیا برای خودشون گناه قائل هستند، چرا استغفار میکنند، چرا خجالت میکشند، چرا گریه میکنند، اینها تا حدی قابل فهمه، میشه با این جواب پذیرفت. اما بالاخره کسی که گناه خودش را همین میدونه که قصور ذاتی است، این لازمه زندگی دنیاست و هیچ تقصیری هم نداره، این میتونه اونقدر کار را زشت بدونه که غش بکنه از خوف خدا، یا این تعبیر را بگه فمن یکون اسوء حالا منی ان انا نقلت على مثل حالی علاقه، کی از من بدحالتره، وضعش بدتر از منه، یا تصریح به این که گناهانی مرتکب شدم، نفس من منو دعوت میکنه به گناهان بزرگ، بعضی تعبیرات دیگری که باز تو همین دعای ابو حمزه مثلا اومده، جای دیگر مشابهش، الهی کلما قلت
خدایا هر وقت من گفتم که دیگه وضعم خوب شده و دیگه اهل توبه شدم و دیگه کارهای زشت رو ترک میکنم و میخوام به عبادت بپردازم و اینا، یه حادثه ای برام پیش اومد که من را از نماز خوندن باز داشت، حال نماز را از من سلب کرد، حال مناجات را از من گرفت. حالا چرا اینجور شد؟ آیا به خاطر این است که من مجالستم با علما کم شده؟ آیا به خاطر اینه که رفاقت کردم با اهل لهو و لعب و با بطالین نشست و برخاست میکنه؟ مضامینی است که تو دعای ابراهیم در از جای دیگه هم کلما قلت قد تعبعت و تهیعت و قمت للصلاة بین یدی القیت علی نعاسا اذا انا صلیت و سلبتنی مناجات که ادعان ناجید و اجزای از این قبیل. یه جواب دیگری که داده شده این است که امام از اون جهتی که مسئول مأمومینش و اتباعش هست، خودش را جای مأمومین میگذاره. یوم ندعو کل اناس به امامه، در روز قیامت هر گروهی به دنبال امامی مشهور میشه که انه یه قافله ای هستن و قافله سالار است و مسئول این هست، اون باید دفاع کنه از این. اینه که در این عالم امام خودش را تنزل میده و فرض میکنه یکی از پیروانش، خودش را در حالی فرض میکنه که یکی از پیروانش هست، او حرف میزنه و واقعا هم این حالات برای خودش پیش میاد، اما نه به خاطر این است که خودی خود این حالات را داریم، بلکه از اون جهتی که خودش را قائم مقام نایب مناب اتباعش کرده. خب این جوابی خود هضمش مشکله و بالاخره این که آدم فرض کنه که یک کسی دیگری هست، این حالات جدی براش پیش نمیاد. با فرض پیدایش این حالات و اینجور تعبیرات، این تعبیرات جدی نفسن خیلی جاشن با قسم توأم هست. به هر حال شاید بعضی از دعاها و اینا مثلا اونا که در مقام تعلیم به دیگران هستن متناسب باشه با این جواب، ولی باز همه این اشکالات ها که مجموعه ایست، یک کمپلکسی از اشکالات، با این جواب هم قانع کننده نیست. یه جواب دیگری هم میشه داد، شاید اون بیانش سخت تر باشه، تصورش مشکل تر باشی، اما اگه درست تصور بشه فکر میکنم تصدیقش چندان مشکل نباشه. و اون اینه که انسان به یک تعبیر مراتبی داره وجودش، به یک تعبیر لایه‌هایی داره. مخصوصا اونایی که دارای مراتب کاملی از انسانیت هستند، مراتب عالی قرب هستند، وجودشون یک وجود ذو مراتبی است. بالاخره بدن دارند، بدن خوراک میخواد، لوازمش هم داره. برای خوراک خوردن آدم باید اشتها داشته باشه، میل به غذا داشته باشه. سایر مسائل زندگی هم که حالا از پرت نشه اونا هم یه لوازمی داره دیگه، باید میلی در آدم پدید بیاد، اشتهایی داشته باشه، شهوتی داشته باشه. این یک مرتبه از وجود انبیا هم هست. بالاخره انبیا هم بشرن دیگه، قل انما انا بشر من مثلی.
اما این کل مرتبه وجودشون نیست. یه مرتبه عالی تر در وجودشون که باز در انسانهای دیگه هم کمابیش پیدا میشه. این مرتبه در یه بچه 2-3 ساله هم هست، در این مرد 50-60 ساله هم هست، در یه شخص بی سواد تربیت نشده هست، در پیغمبر و امام معصوم هم هست، بدن است و لوازم زندگی مادی این داره. یه مرتبه دومش این است که انسان در سنین مختلفی، حالا معمولا مثلا افراد عادی از 10-12 سالگی یه درک خاص دیگه در وجودشون پیدا میشه، یه زشتی و زیبایی ها رو در اینا درک میکنند، خوب و بدهایی رو درک میکنند. این فراتر از اون مرتبه پایین حیرانیتی، معمولا میگیم مرتبه عقلانی. حالا نمیخوام بحث انسان شناسی و نمیتونم روان شناسی و زیست شناسی بکنیم که کی این درک عقلانی پیدا میشه و عقل یعنی چی هستن. بالاخره یه مرتبه ایست که آدم یه رشد دیگری پیدا کرد، ایستای دیگری میبهنه. فقط فکرش خوردن و آشامیدن و اشباع غرایز نیست، ایستای دیگر میفهمه. عواطفش رشد میکنه، خوبی بعضی چیزها، راست گفتن، وفادار بودن، اینا رو درک میکنه. بچه 2-3 ساله اینا رو درک نمیکنه. همینطور یه مراتب دیگری هست از انسانیت کمامیش بعضیش برای ما قابل تجربه است. یه چیزایش هم هست که خیلی دیر در ماها فعلیت پیدا میکنه، معلوم هم نیست تا آخر عمرمون اون درک را و اون بلوغ را پیدا کنیم. بچه 2-3 ساله بلوغ یک نوجوان 13-14 ساله را یا یک جوان 17-18 ساله را نداره، نمیفهمیدم اصلا اون عالم چه خبره. تا بالغ نشه و سن بلوغ نرسه بعضی سر اصلا درک نمی کنه، خبری نداره از این ماجرا چیه. این بلوغ، بلوغ حیوانی است. هنوز انسان وجودش یه وجودی است که در هر یه مرتبه یه بلوغی داره. به یک بلوغی که رسید یه چیزهای خواسته هایی درش پیدا میشه که در افراد دیگر نیست. این نشانه یک رشد دیگری است. حالا چه مراتبی میشه تا میرسد به مرحله ای که اولیاء خدا و انبیاء و عظمت معصومین بهش میرسن؟ اونم یه بلوغی داره. حالا کی بهش میرسن؟ شاید اونها روز اول تولدش بهشون برسن. از لحاظ مرتبه میگم اون مرتبهش خیلی بالاتر از اوناست. یه چیزایی میفهمند اونا که ما نمیفهمیم. همینطور که یک جوانی خوبی و بدی ها رو درک میکنه که بچه کوچیک خردسال اصلا درک نمیکنه، سر در نمیاره تا یک بلوغی پیدا کنه. بلوغ های متعدد در آدمیزاد. انبیا یا بلوغی دارن که ماها اصلا سر در نمیاریم. خیلی اگر روش کنیم در مکتب انبیا تربیت بشیم، دستورات اونا رو عمل کنیم، آرام آرام به یک مراتب نازلی ازش میرسیم. مثلا کسانی که فرض بفرمایید خیلی دقت کردن که دستورات اینها رو عمل بکنن، ممکنه گاهی یه حالی براشون پیدا بشه، یه روز، دو روز، یه هفته، کمتر، بیشتر، که دائما دلشون بخواد با خدا انس بگیره. شب، روز، وقتهای دیگه منتظرن یه خلوتی پیدا کنن با خدا گفتگو کنن. ما ایسا سردن نمیاریم. یعنی چی؟ انس با خدا، خلوت با خدا یعنی چی؟
خب میدونیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم موقع نماز که میشد میفرمودن ارحنی یا بلال، یعنی زندگیشون توهم با رنج بود. وقتی که با مردم صحبت میکرده وقت نماز که میشدن صدا زدن بلال ما را راحتمون کن از این گرفتاری ها. لذتشون در این بود که بیستن به نماز. این چیزیش که ما نقل شده و کما بیش میفهمیم، شاید بیش از اینا باشه. یه خدا وقتم گرفته شد، شاید از عزیزانم باید برنامهشون اجرا کنه. ما دیگه معلوم نیست ما این بحثا بتونیم مطرح کنیم. چند دقیقه دیرتر شد عذرخواهیم. یکی از اساتید ما که حیات دارن، خدا انشاءالله برکات وجودشون رو بیشتری کنیم، ایشون از استادشون نقل میکردن، مرحوم آشپند حسین اصفهانی، که ایشون برنامه عبادی داشت که هر روز زیارت عاشورا، هر روز نماز جعفر و عبادات دیگری. ایشون یک بار فرمودن شب بعد از این که همه این کاراش انجام میداد میخوابید، کاراش تمام شده بود دیگه، عبادت هایش. محاسبه روزش هم کرده و همه کارهایی که باید بکنه. یاد که وقت استراحت، وقتی میخوابید متکای زیر سرش از اشک چشمش خیس میشد. از چی نمیدونیم، عقلمون نمیرسه. این خیالی نیست، شاید الان زنده است، گویندش کسی که با ایشون معاشرت داشته، سالها شاگرد داشته. تو روایات ما داریم که حضرت شعیب 100 سال گریه کرد تا چشمش نابینا شد، خدا چشمش رو بهش برگردن. باز 100 سال دیگه گریه کرد تا سوم خدا جبرئیل رو فرستاد که اگر از ترس جهنم هست من جهنم رو بر تو حرام کردم. خدا که میدونست چیه، میخواست این گفتگوها انجام بگیره تا یک شبی بعد از هزار سال، هزاران سال، ما بیشتر میشینیم گفتگو شدیم ببینیم چیزایی هم بوده. اگر از ترس عذاب جهنم است من جهنم رو بر تو حرام کردم، اگر از شوق بهشت، بهشت رو بر تو واجب کردم در اختیار تو قرار دارم. چرا اینقدر گریه می از کد؟ خدای تو میدونی این گریه ها نه برای ترس از عذاب، نه شوق به بهشت، این گریه ها از محبت توست، اشتیاق به دیدار توست. خطاب شد که راست گفتی، به خاطر این نابینا شده بود در آخر پیری، عمرش هم طولانی بود عادتی شد. کلیمم را خادم تو قرار داده. این جریان اتفاق افتاد که حضرت موسی از مصر فرار کرد رفت مدین، و در اون جریان آب دادن گوسفندان دختر شعیب رفت 10 سال شبان حضرت شعیب شد. این وعده بود که خدا داده بود که من کلیم خودم را خادم تو بفرم. این ما برای ما خواهیم تصور نداره آخه این چه گریه ای چی؟ ولی به هر حال یه چیزیست، یه واقعیت است. یک کسایی هستن یه همچون بلوغی پیدا میکنه، ما بچه ایم نمیفهمیم. ما برای کسی که یه همچون محبتی، یه همچون عشقی به خدا داره، توجه به غیر محبوب براش گناه است. اگه یه عاشقی بعد از سالیانی دوری از معشوق به معشوقش برسه، این جلسه خلوتی براشون پیدا بشه، این در اون حال مشغول کار خودش بشه. اون جا داره که معشوقش سرزنشش کنه که تو اینقدر انتظار داشتی با من انس بگیری، چطور حالا فکر شکن خودتی؟ یا بگیری به هر حال اینم یه مقامیست، یه لوازمی داری.
کسانی که به این بلوغ رسیده باشند یه حالاتی که برای ما بسیار حالات خوبی است، کارهایی که برای ما کار واجبی است باید انجام بدیم، ثواب داریم، به انتظار خیلی زیادی داریم که اینا برای سعادتمون مؤثر بشه، اما همون کارها برای اون کسانی که به اون مقام رسیدن گناه تلقی. اونم چه گناه عظیمی که سالها باید بگردین تا جبران اون خطایی بشه که داره خودشون میگه. یه چیزهاییست واقعا اینا تو قرآن هست و ما برام سنگی میادم. حضرت داوود یه جمله گفت در مقام یک سناریویی که خدا درست کرده و یه صحنه‌ای که برای متوجه کارش بکنه، ان لی تسعون و تسعون نعجتن ولی نعجتن واحده لهم، دو نفر با هم دعوا کردن، اون گفت اون 99 تا گوسفند داره اون یکی داره و اون میگه اون یکیش هم به من بده. اومدن پیش حضرت داوود، خب یک درخواست بی جایی از تو کرده، خودش 99 تا گوسفند داره میخواد تو هم بگیره. به واسطه این قضاوتی که بی جا بی تحقیق کرد اونقدر گریه کرد که در روایت داره از رطوبت اشک چشمش از زمین گیاه روید. خب حالا ما گناهان کبیرش رو مرتکب میشیم ککمون نمیگذیم. حالا یک حرفی بی جا زده بود، زود قضاوت کرده بود. انبیاء و مقربین خدا گناهان اینجوری میبینن، اینقدر براش اهمیت قائلن. خواب و خوراک دیگه نمیفهمی، شبان روز شده بود گریه تا از ناحیه خدا اومد که بخشیدی میدیان داود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق، ما تو را بخشیدیم، تو را خلیفه قرار دادیم، قضاوت رو در اختیار تو قرار دادیم که هرچی حکم کنی حکم واقعی باشه. این جواب حاصلش اینه که انسان دارای مراتبی داره وجودش و از خصوصیات این انسان اینه که میتونه در هر حالی در یکی از این ابعاد وجودیش تمرکز بداره، یعنی بیشتر توجهش رو به اون بود معطوف کنه، میتونه توجه کنه به اون مواهبی که خدای متعال به بندگان خاصش داده، مقام نبوت، مقام امامت، مقامات قرب دیگری که ما عقلمون نمیرسه، توجهش به اونها باشه، خودش را ببینه، یعنی این موهبت‌های خدایی. اینجاست که میتونه بگیم انا قسیم الجنت من نار. اینجا وقتی میگه من، یعنی این موهبت‌های خدایی، اون یه مرتبه عالی از وجود خودش خدا بهش داده. میتونم وقتی میگه من، یعنی اون نطفه ناچیزی که نشعوری داشت تا درکی داشت و همه چیز را خدا رو داد، اونا دیگه مال اوست. من همون نطفه ناچیز. میتونه توجهش رو به اون مقام حیوانیتی که مشترک به همین همه انسان هاست معطوف کنیم، یه من یعنی همونی که همه آدمیزاد ها دارن، همین غرایز، همین نفس اماره، همین کشش های شیطانی، من یعنی اینا. اگه خدا منو حفظ میکنه که گناه نمیکنم، معصوم هستم، اون کار خودش. اگه او حفظ نمی کرد خب منم مثل دیگرم. حالا چرا خدا حفظ می کنه؟ خدا هم کارش بی حکمت نیست، اون یه بحث دیگری است. اما او توجهش به این است که اگر خدا اینها را به من نمی داد چی بودم من؟ میرسه به اینجا که آدم اونقدر چیزهای خوب را همه را به خدا نسبت بده، بگه اینا خدا داده، اگر نبود خدا نداده بود من چی داشتم. همون مضمونی که در روایات زیادی هست، انا اولا به حسنات که منک و انتا اولا به سیئات که منی.
خدا دوست داره که بنده خوبیا رو همه به خدا نسبت بده، بدیا رو به خودش. من گناهکارم، من جاهلم، من عاجزم، من فقیرم. تو کرم داری، تو لطف داری، تو حیات دادی، تو عقل دادی، تو عصمت دادی. به همینطور هم هست مگه نیست؟ همه عیب ها برمیگرده به این نداری ها. اون وقتی که خودش را فقط همون نداری ها ببیند، یعنی همه گناه ها بود. اگه خدای لطف ها را نکرده بود، فقط بود همون غرایز حیوانی و اینا، چی میشه؟ خمشون میشه سایر گناهکاران. بنده در مقام عبادت باید نهایت تذلل را داشته باشی. یه شب دیگه هم عرض کردیم، اون وقتی آدم به خدا نزدیکه و رحمت خدا را دریافت می‌کنه که از یک طرف از خودش هیچی نبینه و از طرفی همه فیضها را از خدا ببینه. کی میشه که آدم خودش نهایت ذلت و پستی و ناچیزی ببینه؟ وقتی که همه خوبی ها بگه مال خداست، مال خدا هم هست، فقط نگاهش به همون نداشتن های خودش باشه. منشه همه گناه هم بی عقلی، بی معرفتی، بی نداشتن هاست. اونی که منم این نداشتن هاست، این فقد هاست. اونی که تو دادی هرچی دادی از توست. این که در اون حال وقت خودشو ببینه که در من منشه همه فساد ها هست و هرچه خوبی ها هست از تو، پس من به هیچ چیز خوبی خودم نمیتونم بنازم و ببالم، چون مال توست. هر وقت میخوای میگیری، وقتی هم که دادی آریه بود، مال من نشد. این حال باعث میشه که آدم همه گناه ها رو بتونه به خودش نسبت بده و همه خوبی ها را از خدا. اونی که معصوم است میگه خدایا گناهان از من است، تو من را نگهدار. مؤمنینی هم که مراتب نازل تری داشته باشند، یک پای مراتبی از معرفت داشته باشند، هر کدوم به اندازه معرفتشون همین لسان حال دارن. خوبی ها از خداست. ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت همین نفس. اگه این جواب رو بشه خود تحلیلش کنند و بپرورونش، شاید اکثر اون اشکالات رو بتونه جواب بده. انشاءالله خدای معرفتی به ما بده که لااقل در مقام شبهه ها، این شبهه ها مانع از توجهمون و اینا نشه که درست عمقش رو نمیفهمیم، اما مطمئن باشیم که جواب داره و هم اون حالات انبیا و ائمه واقعا بوده، اون حالات شو، اون عبادت ها، اون گریه ها، حتی خوف ها، خوف از عذاب. و همه منافات نداشته که بیه الهی و ما عبد تو که خوف هم بناری. اون در یه مقام دیگری است. اون مال توجه به یک مرتبه از وجودشه، اون مال یه مرتبه دیگری است. پروردگار را بر محبت و ولایت و معرفت ما بیفزاید.